چشمانداز سیاسی عراق زیر سایه مشکلات داخلی و خارجی. آیا دولت آینده میتواند این کشور را از کشمکش ایران و آمریکا نجات دهد؟ یک استاد جامعه شناسی سیاسی در برنامه امشب به این سوال پاسخ میدهد. همچنین در برنامه امشب، از سفر مانده و از خطوط هوایی رانده، مسافران به دنبال پس گرفتن پول پروازهایی که به خاطر کرونا لغو شد. ایران و تاجیکستان در قعر جدول آزادی مطبوعات. بحران کرونا عرصه را برای رسانه‌های مستقل تنگ‌تر کرده. مطبوعات غربی چه وضعی دارند؟ اعتراض 12,000 وکیل به آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضاییه. وکلا میگویند استقلالشان به خطر افتاده. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که دولت عراق رو به سقوط کشوند هنوز گریبان این کشور را رها نکرده. البته مصطفی کاظمی نامزد نخست وزیری جدید خط و خطوط دولت پیشنهادی خود را تعیین کرده و نشانه‌هایی از همراهی پارلمان با او دیده می شود. چهره‌ای که بعد از ناکامی عدنان ظرفی برای تشکیل دولت کار را در دست گرفته. عدنان ظرفی به دلیل اینکه چهره‌ای نزدیک به آمریکا تلقی می شد نتوانست حمایت شماری از گروه‌های شیعه را کسب کند. درباره این چهره جدید گفته می شود که ضمن رابطه نزدیک با آمریکا مناسباتی حسنه با ایران هم دارد. او عراق بحران زده را از مهلکه رقابت ایران و آمریکا نجات خواهد داد. بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از نفیسه کوهنورد. پس از ماه‌ها رایزنی سری و علنی، به نظر تکلیف دولت عراق بالاخره دارد روشن می‌شود. عاش العراق ارضاً. مصطفی کاظمی که سه هفته پیش نامزد نخست وزیری شد، برنامه دولتش را به پارلمان فرستاده و میگوید امیدوار است موافقت احزاب شیعه و بقیه گروه‌ها را برای کابینه هم به دست آورد. تظاهراتی که پاییز گذشته در بغداد و دیگر شهرهای غالباً شیعه نشین عراق شروع شد، دولت عادل عبدالمهدی را ناچار به استعفا کرد. اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصادی بود، اما تظاهر کننده ها به مرور زمان خواهان تغییر نظامی شدند که پس از سقوط صدام شکل گرفت. نظام تغییری نکرده، اما به گفته این نماینده از جریان حکمت به رهبری عمار حکیم، دولت جدید با قبلی ها تفاوت اساسی دارد. اغلب اعضای کابینه نامهای مستقل هستن و نه حزبی و این تا حدی خواست معترضا رو شاید به جا بیاره. برعکس دولت آقای عادل، این بار احزاب نخست وزیر و وزرا رو نامزد این پست‌ها نکردند. آقای عبدالمهدی اسم وزرا و قدرتش رو از احزاب گرفت و اختیاراتش محدود به خواست اونها بود. از آقای کاظمی به عنوان مرد در سایه یاد می شود. او از سال 2016 به مدت 2 سال رئیس دستگاه اطلاعاتی عراق بود و گفته می شود در این سالها رابطه‌اش با آمریکا و کشورهای عربی منطقه از جمله عربستان را تقویت کرده. اما گویا خواهان بازنگری در روابط بغداد و تهران است. چالش مهم آقای کاظمی اینه که او میخواد روابط عراق با ایران رو در چارچوب رابطه دولت با دولت تنظیم کنه و نه روابط گروه با گروه به شکلی که قبلا بوده. آقای کاظمی ایران رو به عنوان یک دولت همسایه قبول داره، اما درباره بعضی نهادها در دولت جمهوری اسلامی ملاحظاتی داره و نمیخواد با اونها طرف باشه. کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه، و ابو مهدی مهندس، فرمانده هشت شعبی در حمله پهپادی آمریکا در خروجی فرودگاه بغداد، عراق را وارد مرحله تازه‌ای از تنش‌ها کرده. کتایب حزب الله و بعضی گروه‌های نزدیک به سپاه پاسداران بارها مصطفی کاظمی و دستگاه اطلاعاتی عراق را متهم به دست داشتن در این عملیات کرده‌اند.
جریمه به هذا الحجم لا يمكن ان تنفذ. جرمی به این بزرگی نمیتونه فقط با تکیه به اطلاعات نیروهای آمریکایی و توان نظامی و هوایی اونا رخ بده. چنین کاری مستلزم اطلاعات میدانی و کمک افراد بر روی زمینه. ما مدارک و مستنداتی داریم که نشون میده افراد ارشدی در دستگاه اطلاعاتی عراق و دستگاه‌های امنیتی منطقه در این کار دست داشتند و اطلاعات دقیق درباره ساعت رسیدن و مسیر فرمانده‌ها را به آمریکایی‌ها دادند. ما با واگذار کردن دولت به هر کسی که مظنون به این خیانت مخالفیم و خواهان پیگیری این موضوعیم، اما پیگیری این مسئله مسئولیت ما نیست و در نتیجه منتظریم تا تحقیقات دقیقی در این باره صورت بگیره. هرچند از پیگیری این موضوع کوتاه نخواهیم اومد. در این مدت تنش میان آمریکا و ایران در عراق هم به اوج رسیده. خروج نیروهای آمریکایی از عراق به خواسته اصلی گروه‌های نزدیک به ایران تبدیل شده. یکی از اولویت‌های دولت جدید مدیریت کشمکش بین آمریکا و ایران در عراق و شروع گفتگوهای استراتژیک با آمریکایی‌ها، مخصوصاً بر سر آینده نیروهاشون در عراق. این کار خیلی سختیه. از طرفی هم باید بتونه رابطه با ایران رو حفظ کنه و هم جلوی بعضی دخالت‌های اونها رو بگیره و هم فعالیت‌های آمریکا در عراق رو طوری تنظیم کنه که مانع بالا رفتن تنش و تبدیل شدن کشور به میدان جنگ ایران و آمریکا و سرایتش به منطقه بشه. نام ایران و نفوذش در عراق بعد از صدام همواره در روند تعیین دولت در این کشور مطرح بوده. اما به نظر بعضی، به رغم استقبال تهران از نامزدی مصطفی کاظمی، این بار خواسته ایران فراهم نشده. نرى ان هناك هيمنه امریکیه على القرار الشیعی. ما به نوعی شاهد تسلط آمریکا بر تصمیمات گروه‌های شیعه هستیم. همزمان ایران هم در حال مانور برای حفظ وضعیت موجود و ابقای عادل عبدالمهدی بوده، چرا که هیچ کدام از نامزدها مطلوب ایران نبودند. احزاب شیعه با تحریک و فشار بعضی گروه‌های شبه نظامی نزدیک به ایران هم با کارشکنی و بهانه تراشی تلاش کردند نذارن کسی جای آقای عبدالمهدی بیاد، اما بعد دیدن که این اصرار نتیجه نداره و ممکنه وضع رو بدتر کنه، مثل انتخاب عدنان زرفی برای نخست وزیری که به نظر اونها خیلی آمریکایی بود. برای همین به نظرم پذیرفتن که با مصطفی کاظمی کنار بیان. در واقع رأی آوردن آقای کاظمی به نوعی جهت حفظ آبرو و وجه ایران خواهد بود. نخست وزیر جدید عراقی را تحویل می‌گیرد که با کرونا دست به گریبان است و بحران اقتصادی ناشی از کاهش شدید قیمت نفت که برای بودجه این کشور حیاتی است. در این میان بازمانده‌های داعش هم دوباره حملات خود را بیشتر کردند. این مراسم تشییع جنازه نیروهای هشت شبی که در یکی از این حملات کشته شدند. نجات عراق از همه این بحران‌ها برای دولت جدید، اگر نه ناممکن، بسیار دشوار خواهد بود. نفیسه کوهنورد، بی بی سی. احمد حسین رفایی، استاد جامعه شناسی سیاست و معرفت از بیروت با ما هستن. آقای رفایی، پایگاه اجتماعی آقای کاظمی کجاست؟ رابطه او با گروه های سنی، کرد، گروه های شیعه که به ایران نزدیک نیستن، مثلا سکولارها چطوره؟ سلام علیکم با شما و بینندگان عزیز. من فکر میکنم این سوال نیاز داره به اینکه تاریخ مصطفی کاظمی رو خیلی خوب بفهمیم و بدانیم. مصطفی کاظمی سیاستمدار اسلامی یا اسلامی گرا هستش. رابطه های خیلی نزدیک و تنگاتنگی با سنی ها، کرد ها، شیعه ها، ایران و عربستان داره. مصطفی کاظمی توی تجربه سیاسی خودش که تجربه همونطور که تو گزارش فرمودید تجربه است بین، یعنی هیچ وقت به سمتی کشیده نشد و او همیشه مرد سایه ها بود. در این لحظه ما میتونیم بگیم مصطفی کاظمی که از مهمترین یا بهترین گزینه هایی هستش که میتونه واقعا عراق رو نه که از بحران کنونی خارج کنه، بلکه شاید بتونه عراق رو به سوی اون خارج کردن از این بحران سوق دهد. هر نخست وزیری یا رئیس دولتی در عراق شاید یکی از نگرانی هاش این باشه که عراق تبدیل شده به
عرصه کشمکش میان ایران و آمریکا و ایران و عربستان. چقدر در توان آقای کاظمی میبینید که عراق رو خارج بکنه از چنین وضعیتی؟ بله، مصطفی کاظمی تجربه‌ای که داره در عالم میدیا یا عالم علم و تاریخی که داشته، اون مؤسسه الذاکره العراقیه یا همون مؤسسه روزگار عراقی، خیلی رابطه های نزدیکی داشت با آمریکایی ها، رابطه های نزدیکی داشت با عربستان و توانست در تجربه‌ای که وارد شد سال 2016 که رئیس اطلاعات کشوری شد، رئیس سازمان اطلاعات کشوری شد، توانست با همه گروه ها یا با همه سازمان های اطلاعاتی که در عراق فعال هستند به جایی برسه، به جایی از همکاری برسه که همیشه مرد بین بینی بود. صحیح. هیچ وقت مرد جنگ نبود، همیشه دنبال این بود که ما میدونیم که وضعیت در ایران، در عراق گاهی وقتا بسیار شکننده و پرتنش میشه. نمونش سر کشته شدن قاسم سلیمانی و همینطور مهندس ابو مهدی. چطور فردی میتونه خودش رو در میانه قرار بده و هم رابطه با ایران داشته باشه و هم مثلا با آمریکا و عربستان؟ آیا این روش به عنوان نخست وزیر هم به کار آقای کاظمی خواهد اومد؟ بله، ببینید، این مرتبط هست به متد یا متد سیاسی آقای مصطفی کاظمی. متد سیاسی ایشون بر پایه گفتگوی ملی واقعی و گشایش اون داره شکل میگیره. از یک لحاظ آقای مصطفی کاظمی اصلا خود شخصیت سیاستمدار پراگماتیسمی هستش، یعنی همیشه دنبال آن چیزی است که به نفع وطنش باشه، به نفع اون جریانی باشه که خودش رو توش قرار داده. مصطفی کاظمی به عنوان یک سیاستمدار سکولار و اسلامی معروف است در عراق و همین بود که واقعا همیشه تونست به جایی برسه که گفتگویی داشته باشه، همه جهات جریان ها با هم گفتگو، براشون گفتگو ایجاد کنه. این از یک لحاظه. از لحاظ دیگر اینه که مصطفی کاظمی همیشه رابطه سیاسی خودش رو با مجموعه ای از شخصیت ها و متخصصان تکنوکرات داشت و حتی در کابینه ای که منتشر شد امروز یا دیروز، کابینه اولیه ای که منتشر شد، ما 4 یا 5 اسم تکنوکرات واقعی میبینیم. تکنوکراتی مثل آقای دکتر هاشم داود که آنتروپولوژیست بزرگی هستش، آقای دکتر حارث حسن که یکی از پژوهشگران مهم عراق هستش، آقای دکتر حسن ناظم که یکی از اساتید دانشگاه بزرگی هستش. هرچند یکی از نقاط قوت آقای مصطفی کاظمی هم یادمون نره، اونه که آقای مصطفی کاظمی با تظاهر کنندگان در خیابان‌های عراق رابطه خیلی نزدیکی داره، با سکولارها رابطه نزدیک داره، با کمونیست‌ها رابطه نزدیکی داره، با اون جریان‌های اسلامی که یکم باز هستن، یکم نزدیک به سکولارها هستند، رابطه خوبی داره. و حتی تحت فشار خیلی از جریان‌های سیاسی توی کابینش قرار نگرفت. همین که این کابینه رو پیشنهاد داده، این خیلی توی وضعی مثل وضع عراق خیلی مهم هستش. پس شما بسیار خوشبین هستید. ممنون از محمد حسین رفایی، استاد جامعه شناسی و سیاست و معرفت از بیروت. رئیس جمهوری ایران میگوید مساجد در 132 شهرستان که به گفته او وضعیت سفید و کم خطر دارن از فردا دوباره باز خواهد شد و احتمالاً 2 هفته بعد هم مدارس کار خود را شروع خواهند کرد. وزارت بهداشت اعلام کرده که در شبانه روز گذشته تنها 47 نفر جان خود را بر اثر ویروس کرونا از دست دادن که کمترین در 55 روز گذشته است. بر اساس آمار رسمی نزدیک به نیم میلیون نفر در ایران آزمایش تشخیص کرونا دادن. فرین آسمی گزارش میدهد. ما الان بازگشایی ها رو آرام آرام سرانجام دولت ایران در مقابل فشارها برای بازگشایی اماکن مذهبی عقب نشینی کرد. امروز تصمیم گرفتیم برای 132 شهرستانی که شرایط سفید دارن، حالا تو جلسه گفتن به جای سفید بگیم کم خطر، شرایطشون کم خطره یا وضع سفید دارن،
خب اینا از فردا مساجدتون باز میشه، روز جمعه نماز جمعه هاشون شروع میشه، پروتکل ها رو مراعات میکنن. همزمان با رسیدن ماه رمضان در میان بعضی از مذهبیون این انتظار وجود داشت که دولت اماکن مذهبی و مساجد را بازگشایی کند. اینجا در مشهد همزمان با تعطیلی حرم امام هشتم شیعیان عده‌ای بیرون حرم جمع شدند. آقای روحانی درباره بازگشایی حرم ها به ویژه در مشهد و قم صحبتی نکرده. پیش از این 226 مداح و روحانی در نامه‌ای به ستاد ملی مقابله با کرونا خواسته بودند درهای حرم به روی مردم باز شود. همزمان سخنگوی سپاه از برگزار نشدن راهپیمایی روز قدس در تهران خبر داده. رمضان شریف گفته که می شود از راه‌های دیگر برای گرامی داشت این روز در سطح ملی و بین‌المللی استفاده برد، اما اشاره‌ای به این راه‌ها نکرده. اولا میخوام از مردم عزیز و بزرگوار تشکر. رئیس جمهوری ایران امروز در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا از رعایت پروتکل‌های بهداشتی وزارت بهداشت توسط مردم هم تشکر کرد. پروتکل‌هایی که اعلام شده به مردم، حالا چه به صنوف چه به مردم، که باید مورد مراعات قرار بدن، در مجموع 83% به طور متوسط مراعات شده در کشور. در بعضی از شهرستان‌ها 92% مورد مراعات بوده، حالا بعضی جاها 80% بوده، حالا تهران خب یه شهر بزرگی است، یه مقدار کمتر بوده. اما تصاویری که در خبرگزاری‌های ایران و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود نشان می‌دهد که بخش زیادی از مردم به دلیل تعطیل نبودن ادارات و کارخانه‌ها مجبور به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی هستند یا در بازارها و خیابان‌ها در حال رفت و آمدند، مسئله‌ای که انتقاد بسیاری از پزشکان و متخصصان را در پی داشته. فرهاد ابوالنژادیان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز میگوید برای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و عمل به دستورالعمل‌های بهداشتی در استان خوزستان از قوه قهریه استفاده می‌شود. به گفته او در بعضی از شهرستان‌ها مراسم عروسی و ترحیم برپاست و این وضعیت آمار ابتلا به کرونا را افزایش داده. وزارت بهداشت پیشتر درباره موج دوم و سوم همه‌گیری کرونا هشدار داده و گفته بود بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی باید ادامه یابد. بر اساس آمار وزارت بهداشت 97424 نفر تا ظهر امروز در ایران به کرونا مبتلا شدند. 6203 نفر هم بر اثر این ویروس جان خود را از دست دادند. 78422 نفر از مبتلایان هم بهبود یافتند. منابع داخلی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و بعضی از مقام‌های سیاسی و بهداشتی و همچنین منابع خارجی درباره درستی آمارهای رسمی مربوط به کرونا در ایران ابراز تردید کردند. فرین آسمی، بی بی سی. معاون وزیر بهداشت ایران به جمع مقام‌های پیوسته که در جهان درباره خطر موج دوم شیوع ویروس کرونا در فصل سرما هشدار دادند. بسیاری از مقام‌های مسئول و کارشناسان هر از گاهی می‌گویند شاید به نظر برسد که شیوع کرونا مهار شده، ولی اگر مردم بی‌احتیاطی کنند و دولت‌ها جدی نگیرند، ویروس کرونا ممکنه به شکلی خطرناک‌تر و گسترده‌تر حمله کنه. اما آنطور که سیاوش اردلان در گزارشش می‌گوید، هنوز نادانستان‌ها در این زمینه زیاد است. فصل گرما نزدیک است و مسئولان بهداشت ایران حالا همان حرفی را یادآور می‌شوند که دیگر مقامات بهداشتی دنیا هشدارش را دادند. آماده موج دوم کرونا در فصل سرما باشید. ببینید، به هر حال ما معاون وزیر بهداشت می‌گوید در ماه‌های پاییز و زمستان موج بعدی کرونا می‌تواند رخ دهد و می‌گوید شک ندارد که رخ می‌دهد. در پاییز، مهر، آبان، آذر ما به هر حال نگرانیمون بسیار جدی هست که اون ایام و میتونه موج بعدی کرونا رخ بده. و خب فعلا این هشدارهای جدی ولی نامطمئن درباره موج دوم بیانگر پیش بینی ها از رفتار ویروسی است که همچنان ناشناخته است، مخصوصا سه سوال اصلی که هنوز جواب آنها روشن نیست. آیا ویروس کرونا با فصل سرما مثل ویروس آنفولانزا فعالتر می شود؟ و کسانی که یک بار کرونا گرفتند چقدر و تا کی در برابر ابتلای دوباره مسئولیت دارند؟ و سوال سوم، آیا اگر موج دوم و سومی هم در راه باشد از موج اول بدتر خواهد بود؟ نمیدانیم، نمیدانیم و نمیدانیم، ولی این را میدانیم که رفتار ویروس های مشابه در خانواده ویروس های کرونایی چگونه بوده. مثلا رفتار آنفولانزای اسپانیایی که نزدیک به 100 سال پیش جان بیش از 50 میلیون نفر را گرفت
یا ویروس‌های آنفلانزای دیگری که در سال‌های 1957، 1968 و 2009 شایع شدند. در این موارد ویروس‌ها در چند موج آمدند. گاهی از موج اول شدیدتر بودند، گاهی ضعیف‌تر. حتی این هم 100% نیست که موج دوم لزوماً در فصل سرما برگردد. نوروز امسال که 8 میلیون ایرانی در میانه موج اول هجوم کرونا به مسافرت رفتند، راجع به موج دوم هشدار داده شد. در این مورد موج دوم ربطی به سردی و گرمی هوا ندارد. ربط به این دارد که دوره نهفتگی ویروس تمام شده و مردم حالا تاوان بی احتیاطی های 2-3 هفته قبل را می دهند. مثل استان مازندران، استان گیلان، استان قم، اینها زحمات خیلی زیادی کشیده شده تا بیماری تحت کنترل در بیاد. اگه مردم رعایت نکنند، دو مرتبه شعله برخواهد شد. موج دوم در ایران به راه نیفتاده یا هنوز به راه نیفتاده، ولی بعضی از کشورها موج دومی را تجربه کردند که بیشتر ناشی از ضعف تدابیر پیشگیرانه بود تا شروع فصل سرما. اما اگر موج دوم در فصل سرما از راه برسد، یک خطر بزرگ و خاص خودش را دارد. فصل سرما فصل آنفلانزاست، فصلی که آنفلانزا تا 500,000 نفر را در دنیا می‌کشد. خیلی از مردم علائم آنفلانزا را با علائم ویروس 10 برابر کشنده تر کرونا اشتباه خواهند گرفت. از این رو تداخل علائم آنفلانزا و کرونا میتواند یک سردرگمی اساسی و مرگبار را برای سیستم‌های بهداشت و درمان دنیا رقم بزند. سیاوش اردلان، بی بی سی. ده‌ها هزار مسافر در کشورهای مختلف برای پس گرفتن پول پروازهای لغو شده به خاطر شیوع کرونا سردرگم ماندند. مقام‌ها در ایران گفتند معادل 95 میلیون دلار پول مردم در حساب‌های شرکت‌های هوایی و مسافرتی خارجی است، ولی آنها نمی‌توانند پولشان را پس بگیرند. در بعضی از کشورها از جمله کانادا و بریتانیا، ده‌ها هزار معترض با امضای توماری از دولت‌ها خواستند به شرکت‌های هواپیمایی فشار بیاورند. کاوون خاموش گزارش می‌دهد. این فرودگاه همیشه پر خالی تر از همیشه، مثل بیشتر فرودگاه های جهان به دلیل شیوع کرونا با سرنوشت نامعلوم روبروست. در بیرون ترمینال کرونا 2/3 کل هواپیماهای مسافری جهان را خاموش کرده و ده ها هزار مسافری که در انتظار پس گرفتن پول بلیطشان هستند در سردرگمی به سر میبرند. 41 میلیون تومان پول ما رو خورده و الان 3 ماهه که ما پولمون رو از این آژانس میخوایم و این آژانس غیب شده رفته و اصلا جواب ما رو نمیده. با دفتر قطر تو تهران تماس گرفتم، گفتم شما باید 28 روز صبر بکنید. من بعد از این 28 روز مجددا باهاشون تماس گرفتم، گفتن که درخواست شما هنوز پندینگ هست، به اصطلاح هیچ اقدامی روش نشد. در ایران هفته پیش مقام‌ها در این مورد آمار زد و نقیز دادند، اما آنچه واضح است این که تلاش اکثر مسافران برای پس گرفتن پولشان از هواپیماهای خارجی و شرکت‌های مسافرتی داخلی در 4 ماه گذشته بی‌نتیجه بوده. بالغ بر 400 میلیارد تومان پول مردم در اختیار ایلان‌ها هست و مردم هم نمیتونن پولشون رو مسترد کنن. دفاتر ما هم انقدر توان ندارن. از سوی برخی از شرکت‌ها به جای پرداخت پول نقد به مسافران گفتند با پول بلیطشان می‌توانند در آینده بلیط جایگزین بگیرند. از جمله هواپیمایی قطر که به مشتریانش کوپن 2 ساله پیشنهاد کرده. بعضی از مسافران هم گفتند نمایندگان قطر ایرویز از آنها خواسته با هزینه بلیط عطر بخرند. هواپیمایی قطر به بی بی سی فارسی گفت این سیاست رسمی شرکت نیست و شاید سوء تفاهم شده باشد. اما پروازهایی که از طریق آژانس‌های مسافرتی خریداری شده و یا شامل چند شرکت هوایی می‌شود، مشکل مسافران را پیچیده‌تر کرده. بچه‌ها خیلی مثلا دلتنگ خانواده‌ام هستن. محمد ساکن کانادا از طریق یک آژانس بلیط خرید تا بعد از 3 سال با خانواده‌اش تهران برود. تقریبا میشه گفت از اوایل ماه اپریل شروع کردم به تماس گرفتن، شاید بگم بالای 10 بار من با فلایت هاب تماس گرفتم و اونا ریفر میدن منو به ایلاین. به ایلاین میگه که پرواز کنسل شده، ایلاین پولو برنمیگردونه. حتی این آخرین بار که انقدر باشون بحث کردن، حتی تلفن رو من قطع کردن و به من اعتبار دادن که تا آخر ماه آگوست باید بلیطمو مثلا خریداری کنم، اگه نه که کلا پولم سوخت میشه. قوانین بیشتر کشورها در مورد لغو پروازها شرکت‌های هوایی را مکلف به پرداخت وجه نقد مشتریان می‌داند. در کانادا گبر لوکاس و همکارانش دادخواستی را انداخته که تا حالا بیش از 40,000 نفر از جمله محمد آن را امضا کرده‌اند.
به هدف آگاهی دهی به مشتریان در مورد حقوقشان. بر اساس قانون مسافرها حق دارن پول پروازهای لغو شده خودشون رو پس بگیرن. هر کسی به شما چیزی غیر از این میگه دروغ گفته. شرکت‌های هوایی حق ندارن پول مشتریاشون رو گروگان بگیرن و یا از اون مثل قرض بدون سود استفاده کنند. شرکت‌های هوایی تا اینجا تنها در اروپا تا پایان ماه می به ارزش 8 میلیارد پوند بلیت فروختند که باید به مشتریان برگردانند. اما بلایی که کرونا بر سر صنعت گردشگری و هوانوردی آورد بی سابقه بوده و حصول این پول‌ها ساده به نظر نمی رسد. و اگر دولت‌ها به شرکت‌های مسافرتی فشار قانونی و کمک مالی ارزانی نکنند، مردم تا ماه‌ها دنبال پول‌های از دست رفته‌شان سرگردان خواهند بود. کاون خاموش، بی بی سی. مریم مدیر یک آژانس مسافرتی از تهران با ما هستن روی خط تلفن. خانم مریم چه پاسخی دارید؟ بسیاری از مسافران میگفتن که مراجعه کردن به شرکت‌های هوایی، پاسخی نگرفتن. سلام عرضم کنم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز. متاسفانه همونجوری که خودتون تو اخبارتون اعلام کردین، این ویروس این مشکل بزرگی برای کل دنیا به وجود آورد. یک سری از شغل ها مثل حالا مشاغلی که تو صنعت گردشگری هستن 100% خسارت دیدن، به ویژه این در از ضرر و این زیان و اون قشر آژانس های مسافرتی که در از تولید کننده هستن مجبورن بیان با هواپیماها، هتل ها یک سری قراردادهایی ببندن که اون بلیط ها رو تهیه بکنن و یه محصولی به عنوان یه تور به مسافر ارائه بدن. در اصلش گفت واسطه ای هستن بین مسافر و حالا ایلان ها و هتل ها که بتونن یه محصولی رو ایجاد بکنن. ولی متاسفانه با وجود بیماری کرونا که توی کل دنیا شیوع پیدا کرد، این مشکل باعث شد که خب خیلی هم مسافرها حق اینو داشتن که سفرشون رو کنسل کنن و پولاشون رو بگیرن. ما هم این حق و این تعهد رو به همه مسافرها داریم و این حق رو میدیم بهشون. ولی مشکلی که این وسط هست، هیچ حمایتی آژانس‌های مسافرتی نمیشن. همونجوری که هویستایی که خودتون الان پخش کردین، خیلی‌ها مدعی شدن که آژانس‌ها پاسخگو نیستن، در صورتی که این در از صحت نداره. آژانس‌ها همه جزء چیزایی هستن که وایستادن، ولی این ایلاین‌ها و هتل‌ها چه داخلی چه خارجی، مخصوصاً تو ایران، حالا من خیلی از خارج از کشور شرایطی که آژانس‌های دیگه دارن خیلی در جریان نیستم، ولی چیزی که خود ما مولی که ما و همکارای ما تو ایران باش برخورد کردیم، عدم مدیریت متأسفانه مدیران نالایقی هستش که تو صنعت گردشگری ایران هستن. که اومدن مریم، یه مشکلی هست، مشکلی بسیار بزرگه. خیلی کوتاه اگه بگید شما به عنوان کسی که دستن در کار هستید، چه پیشنهادی دارید؟ به نظرتون چطور باید این بیمه رو باز کنم؟ هتل ها پرداخت کردیم و اونها هیچ کدوم حاضر به همکاری نیستند و تمام این در اصل طلب هایی که ما داریم و میگن یا مسافر بفرستید یا باید صبر کنید مرزها باشه یا باید صبر کنید تا پولاتون عدد داده بشه. ولی از اون ور گردشگری اومده آژانس ها رو 6 اردیبهشت باز کرده بدون اینکه اجازه در اصل ایجاد تعهد جدید یا فروش توری داشته باشیم، باز کرده که به شکایت مردم رسیدگی بشه و 72 ساعت به آژانس ها مهلت دادن که پولا رو پرداخت کنن. از اون ور شکایت آژانس هایی که از هتل ها و ایلاین ها صورت گرفته، گفتن از 15 خرداد به بعد تازه قراره که به جریان بیفته. خب یک آژانس مسافرتی به کدوم خزانه دولت وصل هستش که بتونه این همه مبلغ کم مردم، که خود آژانس ما که آژانس خورده پا هستش، حدود 1900 نفر مسافر ثبت نام قبل از شیوع کرونا ما داشتیم به عنوان پیش فروش تورهای نوروزیمون. خب برای عودت اینها ما همه این پولها رو سرمایه گذاری کردیم، هتل گرفتیم، بلیط گرفتیم، تمام چیزهایی که سرمایه گذاری شده واسه اون تورهایی که قرار بوده اجرا بشه، خب این پولها هزینه شده. الان درسته ما برای شما فکر میکنید که باید حمایت دولتی در میان باشه. خیلی ممنونم، وقتمون تموم شد خانم مریم از یک آژانس مسافرتی. متاسفانه دولت به ما قول داده بود که وام قراره به ما تعلق بگیره، که نه وامی در کار بود و نه هیچ حمایتی. حتی اعترافایی که آژانس های مسافرتی کردن، تمام درها رو بود، تمام ماها بستن و حتی حاضر به شنیدن کوچکترین حرف ما نشدن و حتی حاضر نشدن بخشنامه صادر بکنن که عملی باشه. ممنونم از لطف شما و ممنون که با ما صحبت کردید. و ما درباره اهمیت مطبوعات و البته مطبوعات آزاد تا حالا کم گفته نشده، تا جایی که حتما بارها شنیده اید که اون رو رکن
چهارم دموکراسی مینامند، یعنی ابزاری که به دموکراسی در جامعه کمک میکنه. و اما به همین دلیل شاید بشه حد زد که چرا رسانه‌های آزاد و روزنامه‌نگاران همیشه دشمنانی دارن که سعی میکنن اونها رو تحت فشار بگذارن یا جلو جریان آزاد اطلاعات رو بگیرن. این نقشه گزارشگران بدون مرز امسال درباره وضعیت آزادی رسانه‌ها در جهان تهیه کرده. از رنگ سفید به سیاه، هرچه به سمت تیره تر شدن میریم به همون نسبت آزادی مطبوعات در کشورها کمتر شده. اگه بخوایم دقیق تر ببینیم که در منطقه ما وضعیت چگونه است، میبینیم که سه کشور ایران، تاجیکستان و همینطور افغانستان در پایین جدول هستند و با رنگ‌های قرمز و سیاه روی نقشه دیده میشن. افغانستان با رتبه 122 و تاجیکستان با رتبه 161 در پایین جدول نشستن. ولی ایران از همه پایین‌تره، شاید بهتر باشه که از آخر جدول بشماریم، رتبه 8 از آخر. ایران امسال نسبت به پارسال پسرفتی 3 پله‌ای داشته و حالا با رتبه 173 فقط 1 پله بالاتر از سوریه جنگ زده ایستاده. گزارشگران بدون مرز ایران رو یکی از بزرگترین زندان‌های خبرنگاران نام داده و میگه که حکومت ایران باید با ارعاب و تهدید، بازداشت‌های خودسرانه، برگزاری دادگاه‌های ناعادلانه و همینطور صدور احکام زندان طولانی مانع کار روزنامه‌نگاران میشه. این سازمان سیطره رسانه‌های حکومتی، سانسور اخبار و قطع گاه و بیگاه اینترنت رو هم از دلایل سقوط ایران به قعر جدول در جدول آزادی رسانه‌ها میدونه. عمر مطبوعات البته در ایران به زمان قاجار میرسه، نزدیک به 2 قرن پیش. کاغذ اخبار رو میرزا صالح شیرازی در زمان محمدشاه بعد از بازگشت از فرنگ به سبک و سیاق روزنامه‌های غربی در ایران منتشر کرد. جالب این که از همون اوایل مشروطه، یعنی 113 سال پیش، قانون مطبوعات داشته که قرار بوده مبناش ممیزی یا همون سانسور اطلاعات و مطبوعات درش ممنوع باشه، البته به استثنای مواردی محدود. و همین موارد هم بودن که در حکومت‌های گوناگونی که ایران تا همین حالا به خودش دیده در این قانون صیقل خورده و به جای هموار کردن راه رسانه‌ها ظاهراً مسیرشون رو فقط پر دست‌انداز تر کرده. برگردیم به امروز که جهان رویاروی شیوع کرونا هم هست و این بر آزادی فعالیت رسانه‌ها هم اثر گذاشته. از جمله در ایران که بعد از انتشار اخبار مربوط به این ماجرا عده‌ای با اتهام‌های مثل شایع پراکنی و تشویش اذهان عمومی روبرو شدند و بازداشت شدند. غیر از ایران بعضی از کشورهای دیگه هم با فعالان رسانه‌ای چنین برخوردهایی کردند. دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به این وضعیت پرداخته. وجود روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه حیاتی است تا ما بتوانیم در زندگی تصمیمات آگاهانه بگیریم. در حالی که جهان با بیماری همه‌گیر کووید 19 رویاروست، این تصمیمات می‌تواند فاصله بین مرگ و زندگی باشد. همزمان یک همه‌گیری دیگر هم ظهور کرده و آن انتشار اطلاعات و اخبار مخدوش است. از توصیه‌های آسیب‌زای بهداشتی تا تئوری‌های توطئه گسترده، رسانه اما پادزهر این هاست. اخبار تایید شده علمی و حقیقی پادزهر هستند. اما از زمان آغاز همه‌گیری کرونا بسیاری از روزنامه‌نگاران با افزایش محدودیت و مجازات روبرو بودند، آن هم تنها به خاطر انجام وظیفه. محدودیت‌های موقت حرکت برای از بین بردن کووید 19 ضروری است، اما نباید از آنها سوء استفاده شود یا بهانه‌ای باشد برای تضعیف توانایی روزنامه‌نگاران برای انجام دادن کارشان. امروز ما از رسانه‌ها به خاطر گفتن حقایق و تحلیل بر مبنای آنها ممنونیم. برای پاسخگو کردن مقامات در هر جایگاهی و بیان حقایق در برابر صاحبان قدرت، به ویژه آنهایی که نقشی حیاتی در گزارش دهی درباره سلامت عمومی دارند. ما از حکومت ها می خواهیم از کارکنان رسانه ها محافظت کنند و در تقویت آزادی رسانه ها بکوشند، چرا که این برای آینده صلح، عدالت و حقوق بشر اهمیت دارد. آنتونیو گوترش بود، دبیرکل سازمان ملل. مسعود باستانی روزنامه‌نگار از تهران با ماست. آقای باستانی از روزنامه‌نگارانی هستند که چندین بار به خاطر فعالیت‌هاشون به زندان رفتن، از جمله آخرین بار بعد از وقایع سال 1388 که به مدت 6 سال زندان رفتند و در تیر ماه سال 94 از زندان آزاد شدند. آقای باستانی، جو فعلی مطبوعات رو در ایران چطور می‌بینید، خصوصا این روزهایی که گردش آزاد اطلاعات با موضوع سلامتی هم گره خورده؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون و امیدوارم که
روزی برسه که بتونیم این روز جهانی آزادی مطبوعات رو واقعا به مطبوعات، مولدین مطبوعات و مخاطبین مطبوعات تبریک بگیم و به جای غمنامه نوشتن در واقع بتونیم این روز رو تبریک بگیم. ببینید، جو کلی مطبوعات ایران اگر من بخوام تو یک با یک صفت توصیف کنم، فکر می‌کنم بهتره اگر روزگاری میگفتن دوران بهار مطبوعات، امروز بگیم که دو زمستان بی پایان مطبوعات رسیده. مطبوعات شبیه مطبوعات و رسانه‌های رسمی در ایران شبیه در واقع یک بیمار در حال احتضاری شده که باید تلاش کرد و اون رو نجاتش داد، و شاید با مثل دقیقاً ویروس کرونا که کشنده آدم هاست و در واقع ویروس بلای جان امروز در واقع اهالی جهان شده، مطبوعات هم در واقع به یه گونه‌ای داره از یک ویروس‌های خطرناکی که طی سالیان مختلف به جونش افتاده رنج می‌بره و داره واقعاً اون جون محدود خودش رو از دست میده، و امیدوارم بتونیم این بیمار در حال احتضار رو نجات بدیم. در توصیف کلی وضعیت این است که در ایران باید رسانه ها رو، اگر از مطبوعات بگذاریم و به حوزه مدیا برسیم، رسانه ها رو باید به دو بخش تقسیم کنیم. بله. رسانه های در واقع رسمی و حکومتی و مدیا ها و رسانه های مستقل که عملا اونها جون ندارن، عملا اونها اون نشاط و فضای مکفی رو ندارن و بیشتر تابعی هستند از اون رسانه های حاکمیتی، حکومتی و دولتی که اونها هم به وسیله رانت های مختلف، هم رانت اقتصادی و هم رانت اطلاعاتی اداره میشن، ولی عملا به جای اینکه صدای مردم باشن، مبلغ و تبلیغ کننده فعالیت های حاکمان موجودن، حالا در هر دوره مختلفی که میشه گفت. اما سه تا اتفاق مهم در واقع افتاده تو همین رسانه های کم رونق و بیجون مطبوعاتی مستقل که من اون سه تا رو تو این قالب تقسیم بندی کردم: یک، خودسانسوری، دو، هشتگ زدگی، و سوم، شهامت کشی، شهامت پرسشگری و مطالبه گری در روزنامه نگاران و خبرنگارانی که در رسانه های مستقل کار میکنن کشته شده. شماره متعددی از روزنامه نگارها دچار محدودیتن، زندانی نیان، زیر حکمن، ممنوع القلم هستن. اگه صنفی هم به قضیه نگاه بکنیم، وضعیت چگونه است؟ هیچ مرجعی هست که به فکر اونها باشه؟ ببینید، واقعیت اینه که به هر حال درست شما الان تو گزارشتون اطلاع دادید، در واقع تو گزارش پیشین فرمودید که سابقه مطبوعات در ایران به دوره قاجار میرسه. بله، به لحاظ در واقع کمی شاید ما بتونیم بگیم سابقه مطبوعات به دوره قاجار میرسه، اما ببینیم که مطبوعات به معنای مطبوعات واقعی و اون کسی که اون مطبوعاتی که کار حقیقی خودشون که در واقع رسیدن و پیگیری فرایند خیر عمومی هست، خیری که همه شهروندان فارغ از نژادشون، قومشون، مذهبشون، اختلافشون، اون خیری که به همه قراره برسه و قراره مطبوعات اون رو پیگیری کنه، چقدر سابقه داره در ایران و چرا هیچ وقت مطبوعات مستقل در ایران شکل نگرفته؟ واقعیت این که الان یک بخشی از روزنامه‌نگارا در زندانن و حتی خیلی از همکاران من و دوستان من که با من زندان بودن و سالهای متعددی در زندان رفت آمد کردن و دوچار انواع و اقسام گرفتاری ها شدن، خیلی هاشون خونه نشینن و عملا اون محافظه‌کاری حاکم بر فضای مدیران مسئول یا بر فضای کلی که در حاکم هست باعث میشه که حتی اونها هم نتونن با وجود تجربیات بسیار، با وجود سابقه کار بسیار، این کار انجام بدن. از طرف دیگه عمر مفید روزنامه نگاری در ایران بسیار کوتاه شده و شما وقتی که وارد حوزه مطبوعات و حوزه فرایند اطلاع رسانی و خبررسانی به شکل رسمی در رسانه‌های رسمی میشید، عمر مفیدتون به اندازه اولین بازداشت یا اولین احضار یا اولین مشکل قضایی است که برای شما به وجود میاد. فرضاً اگر بعد از یک سال کار کردن به چه مشکلی بخورید، به راحتی دوباره نمیتونید به فرایند کاری خودتون برگردید. این الزاما هم منع قضایی نیست، الزاما هم از طرف دستگاه قضایی یا از طرف حاکمیت به صورت رسمی ممنوع القلم یا ممنوع کار نمیشید، بلکه اون محافظه کاری حاکم بر فضای مطبوعات و اون جوی که از طرف حاکمیت القا میشود به گونه که همه رسانه ها در راستای اون تک صدایی مورد نظر حاکمیت بخوان فعالیت بکنن، این بحران به وجود آورده. امنیت شغلی، عدم امنیت شغلی، فقدان نهادهای صنفی و اون بیمهری عمومی که از سوی مخاطبا به مطبوعات ارائه میشه، در واقع این فضای کلی مطبوعات، جزء از این که این بیمهری شامل حال روزنامه نگاران زندانی که امروز در زندان هستن هم میشه. ممنونم از مسعود باستانی، روزنامه نگار از تهران با ما.
جیسون رضاییان روزنامه نگار واشنگتن پست از واشنگتن دی سی با ما. آقای رضاییان به جرم جاسوسی و تبلیغ علیه نظام بیشتر از 500 روز هم در زندان اوین محبوس بودند. آقای رضاییان، وقتی ما به ردبندی مطبوعات نگاه میکنیم جالبه که آمریکا جایگاهش 45، البته نسبت به پارسال یک مقداری بهتر شده، ولی چطور آمریکا یا بعضی از کشورهای دیگه غربی مثلا بریتانیا و فرانسه هم در جایگاه‌های مشابه هستند، 30 و چند، چطور چنین وضعی داره اتفاق میفته؟ شما در مطبوعات آمریکا کار میکنید، چه تجربه شخصی دارید در این زمینه؟ اول از همه من میخوام از این فرصت استفاده بکنم که همه مخاطبان ایرانیتون به فارسی سلام بکنم. معمولا از این فرصت استفاده میکنم که به فارسی این حرف رو بزنم، اما چون موضوع بسیار موضوع مهمی هستش، من این رو به زبان انگلیسی خواهم گفت. اما در مورد سوالتون، با توجه به ردبندی پایین تر آمریکا و کشورهای غربی، این برمیگرده به اون دنیای بعد از 11 سپتامبر. بعد از حملات 11 سپتامبر، ضوابط جدیدی در کشورهای دیگه به کار گذاشته شد که رصدها رو بر کار مطبوعات رسانه ها بیشتر کرد، و فکر کنم این رسوبات اون مسئله هستش در سالهای اخیر. متاسفانه شما وقتی با وضعیتی مواجه هستین که مثلا آمریکا در آمریکا حق آزادی بیان، چیزی که در متمم قانون اساسی آمریکا تضمین شده، اینقدر ردبندیش سقوط میکنه، خیلی ناراحت کننده است. اما با توجه به همه اینها، مثل همه کشورهای دیگه‌ای که خودکامگان اونجا هستند، در آمریکا اینطور نیست. آمریکا آزادی وجود داره. مشکل الان اینجاست که دسترسی به اطلاعات محرمانه در آمریکا سخت‌تر شده و کار رصد کردن روزنامه‌نگاران هم یه ذره بیشتر شده. آقای رضاییان، ما سیاستمدارا رو نمی‌شناسیم که در سطوح عالی هستن و به رسانه‌ها هم بی‌محابا حمله می‌کنن. این چقدر در شکل دادن وضعیت فعلی سهم داره؟ من فکر کنم اینم بخشی از اون ماجراست. متاسفانه جوری که الان پرزیدنت ترامپ داره حمله میکنه به خبرنگاران، طی 3 سال گذشته که رئیس جمهور بوده، یه تأثیر بسیار قوی بر روی نحوه پوشش ما از ریاست جمهوری او داره، و همینطوری باعث میشه که رهبران کشورهای دیگر هم برخوردهای تند با روزنامه‌نگار بکنن. مثلا وقتی پرزیدنت ترامپ به روزنامه‌نگاران واشنگتن پست یا نیو تایم یا رسانه‌های دیگه بهشون میگه فیک نیوز، یه جورایی چراغ سبز نشان دادن به دیکتاتورها و خودکامگان در کشورهای دیگر، در فیلیپین، در ایران، در برزیل و حتی در البته ایران یا روسیه و چین هست. چراغ سبز به اونها هست، در کشورهایی که اصلا تصوری از آزادی مطبوعات وجود نداره، که یک جوری به اونها مجوز میده که اونها هم میتونن برن دنبال روزنامه‌نگارا و سرکوبشون کنن. شما خودتون جوایز متعددی بردید، یکی از اون جوایز در زمینه آزادی بیان پشت سر شماست، من دارم میبینم. بر روی کار شخصی شما چه اثری گذاشته به عنوان یک مطبوعاتچی؟ ببینین، وقتی من به عنوان خبرنگار در ایران کار میکردم و با تمام محدودیت هایی که همه خبرنگارها کار میکردن اونجا و در اون جامعه فعالیت میکردم، واقعا محدودیت های سرکوبگرانه بود، اما به هر حال کارمون رو انجام میدادیم. من هرگز به خودم فکر نکردم که من تبدیل میشم به نماد مبارزه برای آزادی رسانه ها. نمیدونم که من اینو میخواستم یا نه، اما اتفاقی بود که افتاد. وقتی در سال 2016 آزاد شد از زندان ایران و آمدم به آمریکا و تصمیم گرفتم که همچنان به عنوان خبرنگار کار کنم، این تصمیم رو گرفتم که برای آزادی بیان تلاش بکنم. برای من اون اونقدر مهم نیست که روزنامه‌نگار کدوم کشور داره پوشش میده، ولی اگه کسی داره کارش رو آزادانه و با استقلال انجام میده، برای هیچ دولت خاصی کار نمیکنه، باید آزاد باشه و باید از آزادیاش حفاظت بشه، همونجوری که در خیلی جامعه دموکراتیک این اتفاق میفته، و منم تا آخر عمرم در راه این هدف فعالیت خواهم کرد. ممنونم از جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار روزنامه واشنگتن پست.
اگه کسی برای بار دوم به کرونا مبتلا بشه، آیا بیماری با همون شدت اولیه ظاهر میشه یا خفیفتر؟ امروز دکتر فرین کمانگر در مجموعه برنامه های از ما بپرس به سوالات شما از جمله این سوالات جواب میده. متخصصان در این برنامه شنبه تا سه شنبه هر هفته به پرسش های شما درباره کرونا جواب میدن. اگه کسی برای بار دوم کرونا بگیره، ممکنه بیماری به همون شدت دفعه اول ظاهر بشه. آیا میشه با خیال راحت از رستوران غذا سفارش داد یا این نگرانی بجاست که ممکنه غذاهای بیرون حاوی ویروس باشن؟ اینا چند نمونه از سوالهایی که شما با هشتگ از ما بپرس به تلگرام بی بی سی فارسی @bbc شما فرستادید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه و از قرنطینه خونگی. این سوالها رو با دکتر فرین کمانگر، متخصص اپیدمیولوژی از دانشگاه ایالتی مورگان آمریکا، در میون میذارم. آقای دکتر، خیلی ممنون از وقتتون. با سلام خدمت شما خانم معتمدی و بینندگان و شنوندگانتون. آقای دکتر، عطیه پرسیده برای کشوری مثل ایران که عملاً هیچ قرنطینه‌ای رو سفت و سخت لحاظ نکرده، بر اساس مدل‌های کامپیوتری چه آینده‌ای در انتظار ماهایی هست که قرنطینه رو رعایت کردیم؟ آیا ما هم ناگزیر دیر یا زود قربانی اکثریت میشیم؟ در جواب به سوال ایشون، هیچ دلیلی نداره که الزاماً این بیماری رو ایشون بگیرن. الان در خیلی از جاها بیماری کنترل شده، مثل چین، مثل تایوان، مثل کره تا حدود زیادی کنترل شده و ما امیدواریم با گرم شدن هوا و بهتر شدن پروتکل ها و تست های بیشتر این قضیه بهتر هم بشه. در ضمن اگر هم ایشون چند ماه دیگه بیماری رو بگیرن، شاید تا اون زمان ما داروهای خیلی بهتری داشته باشیم. حسین پرسیده برای از بین بردن ویروس از روی وسایل غیر فلزی، آیا میشه از مایکروویو استفاده کرد؟ آیا تحقیق تو این زمینه انجام شده؟ مایکروویو رو من تحقیقی هنوز روی این ویروس جدید که سارس کووی 2 هستش من ندیدم، ولی در مورد بسیاری از باکتری ها و ویروس های دیگه مطالعه شده و نشون میده تا حدودی اونها رو از بین میبره، چون بالاخره یک مقدار قابل توجه گرما ایجاد میکنه، ولی اون از بین رفتن باید زمان زیاد باشه، بین 1 تا 5 دقیقه. و اشکالی که مایکروویو داره اینه که همه جا رو یک نواخت گرم نمیکنه، بعضی نقاط داغ میشن که طبیعتاً اونجاها ویروس از بین میره و بعضی جاها متاسفانه سرد میمونه، بنابراین این یک نواخت نیست. مطلب دومی که هستش اینه که اگر وسایل دیگر رو میزنن تو مایکروویو، حتما خیلی دقت بکنن که انقدر طولانی و با حرارت بالا نباشه که خدا نکرده آتیش سوزی ایجاد بشه. یکی از مخاطبامون پرسیده من واکسن آنفولانزا زدم و الان خیلی نگرانم، آیا این واکسن تاثیر مثبت یا منفی در شرایط کووید 19 داره؟ ایشون هیچ دلیلی نداره نگران باشن. تا الان هیچ گونه تداخلی بین واکسن آنفولانزا و این بیماری کووید 19 گزارش نشده. چند ماه پیش مطالعه خیلی خوبی چاپ شد توی یه مجله به اسم وکسین که اومدن نگاه کردن ببینن آیا واکسن آنفولانزا تداخلی با بقیه ویروس‌هایی که بیماری تنفسی ایجاد می‌کنن داره یا نداره. این رو هزارها نفر مطالعه شد و هیچی نداشت. البته این در مورد ویروس‌های دیگه بود، انشالله در مورد کووید 19 هم هیچ تأثیری نداره. مریم سوال کرده آیا ویروس از طریق غذا منتقل میشه، یعنی میشه با خیال راحت غذا از بیرون سفارش داد؟ اون چیزی که دانشمندان الان فکر میکنن این استش که ویروس در داخل غذا خیر، به خصوص اگه غذا گرم شده باشه ویروس درش زیاد نمیمونه، ولی اگه کسی روی غذا یک مقداری سرفه کرده باشه، خب طبیعتاً ممکنه که یک قطراتی وجود داشته باشه. اگر میخوان از بیرون غذا سفارش بدن، توصیه من این استش که غذای سفارش بدن که قابل گرم کردن باشه و اونو در فر یا در با یک وسیله دیگه بتونن به اندازه کافی یک بار دیگه گرم کنن که هر گونه احتمال بیماری رو از بین ببرن. لیلا سوال کرده اگر کسی برای بار دوم کرونا بگیره، آیا بیماری با همون شدت اولیه ظاهر میشه یا خفیف‌تر؟ خب ما هنوز در انسان‌ها اطلاعات قابل توجهی نداریم که ببینیم چند نفر دوباره بیماری گرفته، تعداد خیلی کمی هستن که احتمالاً تا حالا دو بار بیماری گرفته باشن یا شاید اصلا نباشه. ولی اینو به صورت تئوری عرض کنم، بار دوم بدن ما باید واکنش خیلی مناسب‌تر و قوی‌تری نشون بده و باید شدت بیماری خیلی کمتر باشه. در میمون‌های این رو اومدن آزمایش کردن، در همین میمون‌های رزوس که چند دقیقه پیش خدمتتون عرض کردم، اینو اومدن آزمایش کردن. وقتی که اینها رو بیمار می‌کنن، بعد از اینکه بیماری کامل ناپدید میشه، وقتی سعی کردن دوباره اینها رو بیمار کنن با همون دوز، اینا بیمار نشدن. در واقع اینقدر ایمنی داشتن که نه علائم بیماری نشون دادن، نه اینکه رادیوگرافی ریه‌شون چیزی نشون داد. بنابراین ما امیدواریم که ما هم همین طور باشیم و بار دوم مریض نشیم. البته اینم به عوامل مختلفی بستگی داره.
محمد سوال کرده برای کسی که 22 سال سیگار کشیده کرونا چقدر میتونه خطرناک باشه؟ خب هر چقدر تعداد سالهایی که شما سیگار کشیده باشید بیشتر باشه و هر چقدر ریه بیشتر صدمه دیده باشه طبیعتاً خطر میره بالا. ولی من نمیتونم بگم چه مقدار مشخصی، چون که این فقط به سیگار کشیدن بستگی نداره. بستگی به سن داره، بستگی به بیماری های زمینه‌ای مثل دیابت، فشار خون، بیماری کلیه داره، بستگی به این داره که مرد یا زن باشن و بستگی به عوامل ژنتیکی داره. بعضی از آدم‌ها حتی ممکنه جوان باشند و از همه لازمه سالم باشند، ژنتیکشون طوری هستش که واکنش ایمنی بدن اینها به حالتی است که اینا بسیار بسیار بیمار میشن، و برعکسش کسایی هم هستن که شما فکر کنید از هر لحاظ باید در خطر باشن ولی خوشبختانه بیماری ملایمی دارن. بنابراین سیگار کشیدن بد هست، ولی این که بگیم دقیقاً چقدر ممکن نیست. خیلی ممنون دکتر کمانگر. شما هم سوالات خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به تلگرام BBC فارسی به نشانی @BBC شما برای ما بفرستید. در ایران بیش از 12,000 وکیل در نامه به رئیس قوه قضاییه خواهان لغو پیشنویس آیین‌نامه پیشنهادی درباره کانون وکلای دادگستری دارند. آنها گفتند که این آیین‌نامه در صورت تصویب استقلال وکلا را به خطر می‌اندازد و کانون‌های وکلای مستقل را به یک نهاد وابسته به قوه قضاییه تبدیل می‌کند. پیشتر هم شورای تشکل‌های وکلای دادگستری در نامه‌ای به سران سه قوه تلاش‌های قوه قضاییه برای تغییر آیین‌نامه کانون وکلا را خلاف قانون و استقلال کانون وکلا توصیف کرده بود. نعمت احمدی وکیل دادگستری از تهران با ماست. آقای احمدی، پیشنویس آیین‌نامه پیشنهادی درباره کانون وکلای دادگستری رو گفتن که ممکنه استقلال وکلا رو به خطر بندازه، چرا؟ سلام خدمت شما و بینندگان و متشکرم که این وقت رو من دادید. ببینید، بحث محتوای این آیین‌نامه رو ما میذاریم کنار، بحث اصل مطلب رو میذاریم، ببینیم که آیا قوه قضاییه به چه علت نیاز پیدا کرده که این آیین‌نامه‌ای که در سال 1334 نوشته شده و قانونش در سال 1333، البته 1331 بود که 1333 بعد از مرحوم مصدق، بعد از برنامه مصدق اون تایید شد، چه لزومی داره، چه ایرادی داشت قانون آیین‌نامه قبلی به آیین‌نامه جدیدی رو دارن تصویب میکنن؟ نه قانون بهشون اجازه میده، آیین‌نامه نمیتونه، آیین‌نامه حالت اجرایی تسهیل در قانون داره. ما قانونی که الان تصویب نشده راجع به وکلا آمدن به صورت مخفیانه، محرمانه، فوق محرمانه در روزهای آخر اسفند ما 198 ماده‌ای که نمیدونیم کی تصویبش کرده آوردن و در آیین‌نامه قانون گذاری کردن. قوه قضاییه الان فکر میکنه وکلا دنبال اینن که چرا این عمل اتفاق افتاده. وکلا دنبال اینن که یک قانون مستقل باشه. یه روزی در گذشته ما رفتیم خدمت آیت الله هاشمی رفسنجانی با تعدادی از اعضا قانون وکلا، در اونجا گفته شد آقا شما ببینید اگر قانون مستقلی نداشته باشید خود شماها در معرض آسیبید. در همون موقع اتفاقی افتاده بود در مصر و عراق، صدام رو گرفتن، لیست وکلا رو گذاشتن جلوش، گفتن وکیل انتخاب کن، گفت اینا وکلا نیستن، این قانون وکلا که مستقل نیست. سرنوشت صدام رو هم دیدیم، در مصر قانون وکلای مستقلی است، لیست وکلا رو گذاشتن جلو حسنی مبارک، از درون اون وکلا وکیل انتخاب کرد، سرنوشتش رو دیدیم. قانون اگر آسیب ببینه خود مسئولین آسیب میبینن. اشکال در اینجاست، مسئولین آمدن قانونی که آیین‌نامه هیچ ایرادی نداره، 60 خوردی سال داره اجرا میشه، هیچ کس تا این لحظه کمترین ایراد و اشکالی رو درش ندیده، در غیر ماوضع‌الله یه عده‌ای نشستند قانونگذاری در متن آیین‌نامه کردن. یعنی آمدن برخلاف ماده یک لایحه استقلال، برخلاف ماده 22، گروهی نشستند، اینا قصدشون این است که کانون وکلا که به حالت نیمه مستقل الان باقی مانده است رو به نوعی تحت سیطره خودشون درارن، آسیبشو خودشون خواهند دید. قانون گذاری در آیین‌نامه نمی شود، با آیین‌نامه قانون نوشت، مخالف قانون اساسیه، مخالف قوانین عادیه، مخالف عرفه. خب حالا این چقدر ممکن نتیجه بده؟ 12,000 وکیل این رو امضا کردن، تعداد کمی نیست. آیا ممکنه که باعث تغییر روش قوه قضاییه بشه؟ ما امیدواریم. به هر حال استادی داشتیم دکتر ابراهیم پاد، خدا رحمتش کنه، میگفتش اصل بر این است قانونگذار عاقل است.
اصل بر این است که قانونگذار عاقل است، اصل بر این است در قوه قضاییه هنوز عقلانیتی حاکم است. خب 12,000 وکیل این مطلب رو دارن میگن و لزوم تصویب این آیین‌نامه، تهیه این آیین‌نامه رو ما نمیدونیم برای چیه. اگر عقلانیت باشد که امیدواریم باشه، وقتی آقای آیت الله رئیسی آمدن جامعه وکالت امثال من ابراز خوشحالی کردیم، فردی است که از ابتدا در قوه قضاییه بوده، اشکالات و ایرادات رو میداند. آقایون اگر خیلی مترصد قوه قضاییان، 17 میلیون پرونده دارن در دستگاه قضایی، 270,000 زندانی دارن، این همه پرونده های عجیب دارن، خب برن به دادگستری رو برسن، دادگستری رو اصلاح بکنن. کانون وکلا یک مجموعه مستقلی است، برابر قانون ارکان دارد، ارکانهاش تصمیم گیری هایی که میگیرن برابر قانون است. بیشترین نظارت رو قوه قضاییه فکر میکنه ما از نظارت میگریزیم، نه بابا، ما اتفاقا بیشترین نظارت رو هم الان قوه قضاییه نسبت به ما داره. امیدواریم که عقلانیتی در قوه قضاییه باشه. احمدی، اگه چه این اتفاقی نیفته، اگر فرض بفرمایید قوه قضاییه گوش نده، آیا وکلایی که معترض هستند کار دیگه ای میکنند؟ ببینید، در ایران این وضع متاسفانه نیست. من امیدوارم که همکارای من وقتی 12,000 نفر این نامه رو امضا کردن، این 12 نفر ید واحده باشن، قوه قضاییه رو برای قوه قضاییه تشریح بشه، روشن بشه، به هر کیفیت اگر این بال آسیب ببینه، دستگاه قضایی آسیب میبینه، دنیا دیگه کانون وکلای ایران رو، وکالت ایران رو به رسمیت نخواهد شناخت. دنیا الان یک مرکز مشاوران دارن، به هر کیفیت ما با وضعیتون با مرکز مشاوران روشن کنیم. نمیشناسه مرکز مشاوران رو به رسمیت. اگر مشکل مشاوران رو به نوعی ادغام در ما بکنن یا بخوان به شیوه دیگه عمل کنن و خواسته وکلا رو بهش توجه نکنن، دنیا به ما توجه نمیکنه. ما در هیچ پرونده ای نخواهیم وکیل ایرانی بتواند به نمایندگی از دستگاه قضایی حضور پیدا. سپاسگزارم از نعمت احمدی، وکیل دادگستری از تهران با ما، و ممنون از شما که بیننده این 60 دقیقه بودید و این برنامه رو تا آخر تماشا کردید. سپاس از همراهی شما.